وقتی این داستان اپیدمی کووید پیش اومد، ما داشتیم تمرین میکردیم مکبس رو به زبان فارسی در لندن بیاریم روی صحنه. البته مثل همیشه من یه اقتباسی ازش کرده بودم با گروه بیاریم که خب این قضایای کووید 19 پیش اومد و ما مجبور شدیم همه چیز تحت. اول فکر کردیم خب شوخیست و یک مقداری تمرین میکنیم آنلاین از طریق زوم و اینا و خب بعدا خواهیم رفت روی صحنه، ولی این اتفاق نیفتاد. کار به 2 سال کشید و ما تصمیم گرفتیم اصلا یک پلتفرم روی زوم درست کنیم که اسمش رو گذاشتیم خانش و روخونی و کم کم شروع کردیم تجربه کردن چیزای عجیب غریب که خیلی واسه خودمون جالب بود که داشته باشیم اجرای مستقیم بکنیم، لایف بکنیم، لایف استریمینگ بکنیم و مردم هم شروع کردن دوست داشتن. وقتی این قضایه تموم شد فکر کردیم حیفه که این تجربیاتی که از این 2-3 سال پیدا کرده بودیم رو کنار بذاریم، شاید یک تجربه نوعی بتونیم باش بکنیم. و من دنبال یک نمایشنامه گشتم که بتونم ادغام کنم این مجازی رو با زندگی روی صحنه. و خب زن نیکسه، چون که خودم هم وقتی جوان بودم تو ایران بازی کرده بودم قبل از اینکه ایران رو ترک کنم، نمایش خوبی بود برای اینکه میتونستیم یکی بعضی از شخصیت ها رو، مثلا خدایان رو، ما میتونستیم به شکل مجازی داشته باشیم اونشون که بتونن هم پخش مستقیم باشه و هم روی صحنه نباشن و بتونن با کسایی که روی صحنه هستن بازی کنن. اول به نظرم یه ذره پیچیده اومد، ولی به هر حال من نشستم به اقتباس این و بردم این داستان رو تو ایران در یک محله فقیر و خب داستان زیبایی، هم داستان عاشقانه است و هم داستانی که فقر رو و چگونه فقر باعث تغییر روی اخلاقیات مردم، اقتصاد ناسالم چجوری روی اخلاقیات یک ملت میتونه اثر بذاره است، به یک زبان ساده که این مرد بزرگ برتولد برشت که وقتی این رو نوشته 1938 شروع کرده به نوشتن این نمایشنامه، خودش هم در مهاجرت بوده به خاطر جنگ جهانی دوم و با گروهش این رو شروع کردن نوشتن و درست کردن. یه جورایی به همون میخورد این قضایا و حالا من میخواستم ادغام کنم قضیه مجازی رو. ما دکور رو یه جوری گرفتیم مثل اینی که یه سری مغازه هست که بالاش چند تا آپارتمان هسته، چند تا آپارتمان هست پنجره دارن، این پنجره ها اسکرینن و اون چه که هنرپیشه های مجازیمون یعنی از طریق زوم دارن بازی میکنن، مثلا 3 تا خدایانی که وجود دارن، اینا رو ما با پروژکتور کارشون رو از روی کامپیوتر میندازیم روی این اسکرین ها و وقتی که اونایی که رو صحنه هستن باشون بازی میکنن، درست مثل اینکه یه شخصیتی داره با یه نفر توی یه پنجره صحبت میکنه، یه کسی از پنجره دولا شده داره حرف میزنه با یه کسی که روی صحنه است. نمیدونم چه جوری بیشتر از این توضیح بدم. بله، 5 تا از شخصیت های ما مثل اینکه همسایه هایی هستن، 3 تا خدایان و 2 تا از همسایه ها، اینا رو اسکرینن و به صورت مستقیم لایو استریمینگ روی زوم بازی میکنن و تصویرشون از طریق پروژکتور میفته روی این اسکرین ها که بزرگن روی صحنه هستن، درست مثل این که شخصیتی که روی صحنه است داره بازی میکنه سرشو بالا میکنه با یه کسی که از پنجره بالا داره صحبت میکنه با اون صحبت میکنه. من بعد از سالها تجربه، برای اینکه من وقتی ایران رو ترک کردم قبل از انقلاب بود، تو فرانسه زندگی کردم 20 سال و بعد اومدم به انگلستان و در لندن هستم. سالها با گروه های انگلیسی فرانسوی کار کردم، ولی یه حد سال 2000 یک نوستالژی، یک دلتنگی پیدا شد که شروع کردم بیشتر تمرکزم رو گذاشتم رو جامعه ایرانی و به زبان فارسی و هدف این بود که ما بتونیم وسط لندن توی تئاترای خوبی بتونیم یه سری نمایشنامه رو ببریم روی صحنه با هنرپیشه‌های ایرانی که اینجا بودن و
اونا هم دلشون میخواست به فارسی، به زبان فارسی بازی کنن. متنایی که انتخاب میکنیم، خب من عاشق کلاسیکا هستم، ولی نه به شکل همون کلاسیک اجرا بشه، به شکل اینکه یک اقتباسی ازشون بشه و تطبیقش بدیم یه مقداری با فرهنگ. این واسم جالبه، یا یه استایلای بازیگری و یا تئاتر که یاد گرفتم این سالها رو ببینم چجوری به زبان فارسی و با ریتم و هوای زبان خودمون و هنرپیشه ایرانی میشه اینا رو پیاده کرد. و خب خوشبختانه خیلی بعضی وقتا داستانا ایرانی بوده، یعنی مربوط به ایران بوده و شخصیت‌های ایرانی بودن، به انگلیسی بردیم روی صحنه، مثل نمایشی به اسم هارد ورک که داستان 5 تا زن ایرانی هن که توی آپارتمانن، به انگلیسی هم حرف زدیم، حرف می زدن همه، چون مهم نبود که لهجه داشتن، مهم بود که مشخص بفهمه چی دارم میگم، که خب خیلی همه استقبال کردن. اجتماعی، اخلاقی، چون تخصصی در هیچ گونه، یعنی برام جالبه، همیشه گوش میکنم میبینم، ولی تا تخصصی نداشته باشم راجع به مسائل سیاسی، اسمای مختلف اینا، و دخالت نمیکنم برای اینکه فکر میکنم درست نیست یه همچین چیزی. بیشتر برام جالبه که راجع به مسائل اخلاقی، اجتماعی، روانشناسی ملت سرزمین مادری ملت صحبت کنیم، چگونه اتفاقایی برامون میفته که به جای اینی که بگیم تقصیر دیگران است، بفهمیم که خودمون هم یک روانشناسی به خصوصی داریم که اجازه میدیم این اتفاقا بیفته یا یه چیزایی رو رعایت نمی کنیم.